هیجان زده شده بودم که اصلا نشد نفروشم. برو بابا. نه خیلی من هیچ حرفایی میزنی برای چی باید کثیف شه؟ تازه کثیف هم شد شما تشریف میاریم میبریش خوشویی. ببین فقط میبینی دردارم چیه؟ دنبالش از پشت نمیتونم ببینیم موستاش هم پشت سرش هم میبینم. فردا قراره برم خونه بابا، فقط خدا کنه جاده ماده ها برفی نباشه. دیروز پاشدم رفتم پاساژ برای خواهرم یه کاری که داشت و انجام دادم. نینی کوچولو تازگی ها خیلی گریه میکنه، اعصابم رو خط خطی کرده، اما به پولش احتیاج دارم. تاجش هم گذاشتم. اعصاب بیکاری ندارم، اما گریه های این بچه هم منو اذیت میکنه. توف به روی کارفرمای قبلی که با 3 سال سابقه عذر منو خواست. همخونم هم داره دیگه میره خونه شوهر، رو منم این اینا که چلو کباب خوردن دیگرونو تماشا میکنم دارم فکس زدن ایشون با شوهرشو تماشا میکنم. حالم بده، دلم شور میزنه، هرچی سعی میکنم نمیتونم خوشحال باشم. دوست جون، عاشق همتونم، برام موج مثبت بفرستیم. Thank you.
افتخار کنم به وجود شما بچه هات. سعی میکنی خیالم راحت باشه. در این حد دوست دارم مهمینا رو تونم ما گفتم انجام بدین. من نگران نباشم برای شما یا بچه ها. سلام بابا جون. چطوری؟ حالا تو چطوری؟ برو برو برو. شد؟ من حساب میکنم. بابا پولی که بزیبه. چقدر میشه ایزه؟ هشت. ممنون آقا. رغت شیدی. خدا حافظ. خوبی؟ سلام ایزه. فداتشم. خوبی بابا جون. بابا. برم الهی. بده من این ایزه. میارم. بده من. بده من. نه خسته میشی. کار پریا رو را انداختی. دست درد نکنه. پریا بهم گفت میاد. چرا به خودم زنگ نزدی بابا جون؟ دیگه من مدام با پریا حرف میزنم. فرشته خانوم، سبا خوش اومد. سلام فرشته خانوم. سلام عزیزم، حال شما؟ چقدر خوشحالمون کردی اومدی. بفرمایید. سبا جان چای و میوه همه چی حاضره. حسابی از خودتون پذیرایی کن. چش فرشته خان، نگران نباش. وی بابا بذار ببینم چی گوش میکنی پری خانم. این پسر سیاه هست خوبه؟ بد نی. ببین این نرم افزاری که برات ریختم هر چی که باش تایپ کنی یا توش سلکت کنی برات میخونتش. البته با لهجه کمی تا قسمتی فضایی. میدونم. میدونی؟ این چه انگشتاییه؟ همه پوس. ببینم این که تکون نخورده از آخرین بار که من اینجا بودم. اصلا نمیزنی ها؟ افتضاحه. تو مثلا دختری باید به خودت برسی. خب حالا ببین چجوری این کار میکنه. نگاه کن. من کی تو هستم؟ کارها. ببینید یه چیز دیگه. ای گشنگ تا از پری تنیچ تو کوچناریا. چه نراحتی؟ نراحت نیستم. پس چی هستی؟ هیچ. هیچی نیستی؟ نه. اینا کجا رفتن بودو بودو تنگ غروبی؟ رفتن خونه یکی از آشناها. خونه چه آشنایی چیکار کنه؟ برای بیمه تکمیلی من. بیمه تکمیلی برای عمل چشم تو. بابا عطاریه تو ترون نفوخ به اون پسره که توشه؟ پسر پول نداره. سیگاری هم هست. بابا ما اخراجش کرد. کی تو باید رفتی دکتر؟ تازه رفتی دکتر؟ به من نگفتی؟ دیوانه ای تو؟ دیوانه ای تو؟ من نگفتم به من بگو؟ دکتر زمانی گفته باید زود چشت عمل بشه. بعد تو به من اینو نگفتی. من به تو نگفتم هر وقت پول لازم بود باید به من بگی؟ گفتم یا نگفتم؟ مثلا شاعرانه است اگه نگی؟ بده به من شماره کارت آور بانک تو. تو باید یه پول داشته باشی برای اجاره خونه.
من چش میخوام چی کار؟ تو همه چیزو میبینی، برای من تعریف میکنی، غیر از اینه؟ 6 ساله من به وضعیت عادت کردم. جدی میگم. آبر بانکم کجا بود؟ من این وضعیت عادت کردم. باید سهم خودم از مشکل مالی درمان خواهرم رو تقبل کنم. بی‌مسئولیتی نفرت انگیزه. هر چه دارم امیدم برای چشمهای خواهرم. فقط با یک فشار انگشت بر دکمه آبربانک. ببین اینا که پیدا کردم چه خاطره ای واسه زنده میشه. بعد ببین چه نتیجه گیری میخوام بکنم واسه. اینا یادت میخواستم باش سولاریوم درست کنم که برونزشم شوهر کنم. من هر چیه که شروع کردم وقتی که انجامش دادم فهمیدم اشتباه بوده. برونزه کردن، انتخاب رشته، سرویس طلا، ازدواج. فکر میکنم از ایناشم که 2-3 سال با هم زندگی میکنم از جدا میشن. اصلا این مرده عصبی کننده است. هم خونم به من دلداری میده. فکر میکنه اگه از زندگیش خوب بگه دل من آب میشه. بر خودم متاسفم. عاشق شکستن مهتابی های سوختن. نکن اینا گرده هاش سرطان‌زاست. بیزارم از سربار بودن. به باباتینا بگو برم پیش مدیر ساختمون موافقتشون اعلام کن اینجا رو بکوبن. من دیگه حد اکثر توی ما دیگه جای دیگه میرم. آهو نمیشوی بدین جست و خیز گوسفند. بچه ها شاید نتونم فردا بیام قرار وبلاگی، فقط شاید. بچه ها آش دوست داریم؟ هیچ قراره به بگیر رو پاستیم نمیشه. آخ جون پاستیم. آه آلوبره هست. آره. نمیدید؟ نمیدید چیه؟ بچه آششه کمی دوست داری داره؟ خیلی. آره آسان بگیر. چیه به چه درد میشه؟ بیرم میزنیم توی میخوری؟ نه نخوری. کلیت خون داره نه. اون پرتقاله هم من آمده. خشکم داری؟ آشانه نخوری. خوب شده. تو سبایی نه؟ نه. چرا دیگه سبایی؟ خواهرت چطوره؟ خدا مادرتو بیامرزه. من چقدر با ببای تو گریه میکنم. من سبا نیستم ولی آرام باشو میشناسم. وبلاگ همتونو میشناسم. من خواننده وبلاگ شماها. فهمیدم با هم قرار گذاشتین. گفتم منم بیام خودم اینجا قاطی کنم. فکر کنم سبا باید یه دختر سبزه چارشونه‌ای باشه. پس تو عاشقش نرفتی؟
سوای دختر لاغره، همیشه هم سردشه، دست و پاش یخ میکنه. اصلا یخ زدگی ربطی به رنگ پوست نداره. آره ربطی نداره. همه آرشیوشو نخوندم ولی میدونم که مثلا خواهرش بیماره. اینو که ما الان بهت گفتیم. یا مثلا اینکه خواسته براش کار پیدا کنیم. وبلاگ همتون رو میخونم. اسمای وبلاگاتون هم بلدم، پخت و پز. آش معرکه. آش سرش راست. دست شما در نکنه. خیلی خوشمزه است. خاطره کرده شما این. بچا چیپس باز کن. عشق مادر شوهر دیگه آدینه به آدینه. منم. گلایول. نایمنده. کد های جواب. آها راستی چی این کد های جواب؟ وبلاگای همتون کد های جواب. توضیحش خورده سخته، حالا بخیر. آه شعرهای آمانالو خیلی قشنگه. آره من خوندم خیلی قشنگه. حالا براش کار پیدا کردیم؟ کار داره. هفته دو سه روز از این پسر همسایه بغلی مواظبت میکنه. بعد ماهی 200 سادم که میگیره، خوناش هم که مال بابای همخونشه. مشکل نداره. ولی هنوز پول نگرفته. همخونش هم داره شوهر میکنه. آره. صد بار براش کامنت گذاشتم، گفتم این تهرون رو ول کن برو پیش بابات. حرف گوش نمیکنه که. چسبیده بهت. اصلا آدم زود رنجی، اصلا دلخور نشو. آخه تو عصبی نشو. اصلا انتقاد پذیر نیست. هر وقت انتقاد ازش میشه تا سر روز جواب پستت رو نمیده. قهر میکنه. خیلی بد اخلاق. خب قبلا امتحان کرد، مگه نرفته بود 6 ماه پیش مادر بزرگش زندگی کرده بود. اون خانومی که ازدواج نکرده خونشونه، اعصابشو خرد میکنه دیگه، چیکار کنه؟ بابا هم که رفته زن گرفته، خارج از تهران زندگی میکنه. میخواد بالاخره سبا هم یه دختری میخواد تو اجتماع باشه، تو شهر باشه، پیشرفت کنه. شوهری که در کار نیست، شغلی چیزی سر آدمو گرم کنه لااقل. والا به نظر من اگه شما یعنی ما هم میخوایم یه کاری بکنیم که بهش کمک بکنیم، باید براش یه شغل پیدا کنیم. باید عمل کنیم. بذارید یه کامنت براش بذارم. مگه بس باید دل کند از پول وقتی خرج واجبی در کاره. از خودم خجالت میکشم. من و من میکردم موقع ریختن پول به حساب بابا برای چشمای پریا. بزن دکمه رو بره بردش رو پولو ببره. بزن نترس، خوبش از ترس میمیری، از فقر میمیری، از تنهایی میمیری، خودکشی میکنی. بالاخره جون کندم و 3 تومن ریختم به حساب بابا. فردا وقت اساس کشی هم خونمه. تا حالا به خاطر اون اینجا بودم. اون که بره دیگه اونا دلیلی برای تحمل من ندارن. خونه به اون گندگی و به اون راحتی رو نمیدن که من بی کرایه و بی هیچی بشینم توش. الان تنها فکری که تو سرمه اینه که هیچ کدومشون نفهمن من دلم نمیخواد از اون خونه برم. این جهشویی مالی شما؟ نه
بابا جون من هر چی مال خودم باشه جمع میکنم. میخوام تو برو در رو باز کنی که داره نگاه میکنه. مادر من شما که تجربه دارین نذارین آشغالا رو با خودش ببره. آره یه کمک میخوای بکنی. بابا این کتابا مثلا چی اینترنشنال هم پر میزنه. مثلا فلان خوندی اینو؟ آره خوندم. اگه خوندی بده یه بنده خدای دیگه اینو بخونم. حواست تو جمع کن. بیا برو ببین چیه زنگ میزنه. من برم؟ پس کی بره؟ بیا برو. ول نمی کنه. سلام. خسته نباشید. عذر میخوام کارگر شما بی احتیاطی کردن. این گلدونای منو شکستن موقع حمله قالیچه. بعدم بگم که میتونید از آسانسورم استفاده کنید واسه یه سری وسایل. یعنی ما با آسانسور اسباب کشی کنیم؟ یه سری وسایل جدید. خانم اصلا شدنیه. من جواب بقیه هم سیگارو چیدم. ببینید من اصلا اینجا چونم بابا. دو دقیقه اصلا نمیرم صحبت کنم عزیزم. ببینید خانم من اینجا تشریف بیارید اینجا. سلام علیکم. حالش. یالا. ببخشید این بچه مال خود شماست؟ از ازدواج اولتونه؟ نه خیلی بچه همسایه است. من نگهش میدارم. مادرش شاغله. میذارمش پیش من. پس یعنی هنوز ازدواج نکردی؟ چی این را سوال میکنی عزیز من؟ لیمو تو بخور. گفتم از سوال میکنم. سبا جان ببخشید. من اصلا راجع به اساس چی صحبت نکردم. من فقط راجع به گلدون خودم حرف زدم. خانم ببینید من اگه اساسنم گفته باشم اساس کشی منظورم قانون ساختمونه. حق با زنه است. این گیر داده میخواد بگم اصلا من خیلی شهروند نمونه ای هستم. حتی چمدونم من با آسانسور نمیبرم پایین. یه نسکافه هم دارم بخور ببینم. زنم خوب تکیه بشه. خیلی خوب. حق با شما. باید خسارت بفهمن چند باشه. گلدون چقدر بود خانم؟ الو. الو. هفت تومن خوبه دیگه. اومدم عزیزم. فکر میکنه خیلی جذاب و منطقی هم صحبت کنه. فکر کنم حق بخونم. حال داد فکر زدم. کادو هنده بده میخوام بدم سبا بدو. ممنونم. دست شما درد نکنه. خب این کادو هنده ما. کادو عروسیم چیه؟ لیلا جون آخه من نمیتونم بیام. تو بهترین دوست منی. اگه نیایی من مجبورم تو کل عروسیم یه بند گریه کنم. دست خودم هم نیست. این یعنی خراب شدن آرایش مارایش و ریمل میمل و آبروریزی. این یعنی گند زدن به شب عروسی. ببخشید چرا برادر هم خونم باید برای بنده از سفرشون سوغاتی بیارن؟ بلش کن حوصله امید بستن علکی ندارم. خیلی ناراحت شدم استخدام نشدین. نه این چه صحبتیه؟ من اصلا این کارو برای پول انجام ندادم، برای خاطر خود شما انجام دادم. آخه اصلا کار من بچه داری نیستش که شما به من دستمزد بدین، ضمن اینکه اصلا شما استخدامم نشدین. باشه خدا نگهدار. خجالت کشیدم، یعنی روم نشد از مامان نینی کوچولو دستمزد نگهداری بچه رو بگیرم. این دیگه چه اخلاقیه؟ از دست خودم شاکیم. باید از دو تا نیم سکه‌ای که دارم یکیشو بدم برای عروسی دوستم به عنوان کادو. خسیس نیستم اما زور داره بالاخره. ممنون. یه مشکل آژانس گرفتم. ممنون. مزاحم نمیشه. بیا این مال تو. چیه؟ بگیر دیگه. خدافظ. خدا.
خانم سبا باشه باشه تینا سب کن تینا بابا داشت بیا بقلم خوب شد یه خورده خلوت شد چی کار میکنن؟ با ماشین عروس میرن تو مجلس من علی این حرفا نیستم از قضا اهل کوه و سفر و یه خوردم عکاسی ببینی بد نیست یه سریشو داشته باشی خیلی ممنون دست گل چیه؟ لیلا دا؟ بله خیلی هواتونو داره اینو باید پرت کنن هوا یکی بگیر و موقع عروس بشه آژانس که نگرفتی؟ چرا؟ سفارش کرد که من ماشین رو بدم شما بری منزل من. چرا عکسشو داده من ببینم؟ برای اینه که بگه خیلی هم هنرمنده یا دلیل دیگه ای داره چقدر همه چی برام نمشخصه با گوشیم از عکسش عکس گرفتم اگه کیفیتش خوب نیست به خوبی خودتون ببخشید اینم یه دلیل کافی برای اینکه بفهمم من براش مهم نیستم فقط یه بیتفاوته که ماشین بدون بنزین رو میده دست یک نفر دیگه اونم نصف شب خستم از این همه توهین الو پیتزا غزل سلام من مشترک 384 هستم بله خانم ارجمند یه لحظه الو ببخشید آقا یه دقیقه صدامین پیتزا شماست شما این دفعه مهمون ببخشید آقا من عجله دارم شارژ پول گوشیم داره تموم میشه میخواستم بگم این پیتزا رو برام بیارید به یه آدرس دیگه من الان خونه نیستم اطراف خیابان نور هستم نور اونجا چیکار داره به سمت ما بیرون غذا نمیفرستیم یعنی پیک نداریم به اون شکل حالا صدامی پیتزاتون رو بعدن که خونه بودید زنگ بزنید براتون آقا من الان 99 تا پیتزا از شما گرفتم حالا یه بار خونه نیستم برای من نمیفرستین غذا رو بیرون ما بیرون غذا نمیفرستیم آقا گوشو بده به اون رئیست اون آقای تفرشی که اونجا رئیسه من میخوام با ایشون صحبت کنم این مسئولیت منه خانم چرا ربطی به رئیسم داره الو 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 سلام خانم شما پیتزا خواسته بودید؟ سلام آقا شما من رو میشناسین درسته؟ شما آقای تفرشی هستین درسته؟ بله درسته آقای تفرشی شما مرد فهمیده ای هستین لطفاً دقت کنین آقای تفرشی من راستش از شما کمک میخوام من عروسی بودم ماشینم بنزینش تموم شده بعد الان توی اتوبان میترسم بدون بنزین بمونم الان اومدم یه گوشه میخوام از شما بخوام که یه نفر رو بفرستین برای من هم یه خورده بنزین بیاره همون غذا رو بیاره الو آقای تفرشی الو آقای تفرشی خواهش میکنم زود تصمیم بگیرین فقط هزینه بنزین آزاد و پیک و خودتون باید پرداخت کنین اون که حتما فقط یه نفر رو بفرستین سلام پیتزاتون چی باشه خانم؟ هر چی میخواد باشه فرق نمیکنه. شما لطفاً یه نفر رو زود بفرستین. من تنها میترسم.
خوبه که نماز بخونم. قبول، تسلیم. همون کاری رو انجام میدم که برام سخته، که خجالت میکشم از این که به رخم بکشن. خدایا من از همین اولین اذان صبح نمازم رو میخونم. خودت اوضاع من رو مرتب کن، کاری از دست خودم بر نمیاد. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام، توجه شما را به اعلام ساعات شرعی و تقویم روز جلب می نماید. اذان صبح فردا ساعت 5:02. تا ساعتی دیگه پدر و مادر لیلا از راه می رسیدن. این خانواده دست جمعی آدم های خجسته‌ای هستن. شبها طوری بیدار می مونن که انگار اصلا خواب هیچ ربطی به شب نداره. خدایا نماز صبح رو چیکار کنم؟ جلوی اونا روم نمیشه نماز بخونم. اونا می دونن من نماز خون نبودم. می دونم تعجب می کنین، اما شب نصف شبی برای خوندن نماز صبح به فرودگاه رفتم. شما به من بگین، اگه شما بودین کجا می رفتین؟ بچه ها تک تکتون به این سوال جواب بدین. خدایا خیلی دعا دارم، دعای همه این سالهای سال. خدایا من الان چند ساله دارم بدبختی میکشم. خدایا مادرمو بیامرز. خدایا چشم خواهرم خوب شه. خدایا بابام کبدش خوب شه. خدایا دختر آقا شمس بچهش رو سالم به دنیا بیاره. خدایا منیره با من آشتی کنه. خدایا یه کاری برام درست شه که قشنگ استخدام شم. خدایا این عادت اینترنت از سرم بیفته. خدایا شرمم میاد، اما مسئله ازدواجمو میخوام بگم. خدایا یه زندگی خوب معمولی برام درست شه. خدایا ببخشید از این ترسو بودن، از این خجالت کشیدن که بلند شدم اومدم این همه را فرودگاه. خجالت میکشم جلوی مامان بابای لیلا و بقیه نماز بخونم. خدایا دوست ندارم کسی خجالتم بده. شما هم که نبودی. چه برفی هم میاد.
سبا من فکر کردم چرا تو نمیای پیش ما کار کنی؟ تو اول هفته دیگه بهت زنگ میزنم، یه قرار میذاریم خودم و حامدم باشیم که در مورد کار کردن تو گروه خودمون یه صحبتی با هم بکنیم. همخونه سابقم خیلی هوامو داره، منو دعوت به کار کرده، اما بیشتر کسایی که آشناشون رو سر کار میبرن برای این نیست که طرف آدم مفیدیه یا واقعا قرار کاری براشون انجام بده، بیشتر برای اینه که طرف بیکار نچرخه، اصطلاحا میخوان دستشو بند کنن. سلام خانم ارجمندی، خیلی خوش اومدین. بیدو کجا؟ نیومد. آه دیدمش، برو میام. خدا سلام سوا خانوم، دیگه جمعمون جمع شد، تو برو منم الان میام. بله اومد. سلام. خدا حافظ بیکاری، خودت جونم عاشقتم. بفرمایید. ممنون. من دقیقا کارم چیه؟ شما مشاور تشریفات هستین. من دقیقا چه کاری انجام میدم؟ از نظر حرفی مشاور تشریفات دیگه. حامد از ارتفاع میترسه. من بهش گفتم تو ترسی از ارتفاع نداری. برای کاری که بعد بره بالای برج انجام بده رو تو بکن. واقعا؟ نه. اسمش هم همینجوری گذاشتم، مشاور تشریفات. الکی میگه. تو از ارتفاع نمیترسی؟ میترسم، اما خانم سبا واقعا کارش مشاور تشریفات. ما همایش برگزار میکنیم. من معتقدم ماهایم که باعث میشیم سطح بهره‌وری همایشو بالاتر ببریم. یه تصمیم گرفتن درباره محاسبات خستگی سنجی، درباره اینکه کارمندا 10 صبح کلوچه بخورن یا دهانی. لیژن شوخی نکن. کار ما ممکنه تجملی به نظر برسه، اما واقعا اینطوری نیست. برنامه‌ریزی یه همایش و کارهای اجراییش و هماهنگی و پیشبینی ها احتیاج به یه تیم متخصص داره که برای این کار پرورش پیدا کرده باشن، فقط همین کارو انجام بدن. وقتی بچهای نخبه یه دانشگاه بخوان همایش برگزار کنن، یا چه میدونم یه سری دامدار، اونا که وقت این کارو ندارن، تخصصشو هم ندارن، چون نمیتونن مواظب این باشن که لیوان آب و پارش نزدیک سخنران باشه، یا چه میدونم مثلا بخوان میکروفونا رو با هم دیگه ست بکنن، قطعا به یه تیم متخصص خوشفکر احتیاج داره، مثلا سیستم ترابری و هم شما به حرفای من گوش میکنی؟ بله. شاید میخوایم بری نماز بخونی. خب بهتر اول بری نماز بخونی، بعد بیایم با هم حرف بزنیم. تو این حد فاصله هم همون اینی کوچولوی اعصاب خرد کن از کار شیک و پیک اینا بهتره. اونا من مسخره کردن. بی ادبیشون نفرت انگیزه، با هم میگن و میخندن، بعد با خونسردی میگن اول برو نماز بعد بیا با هم حرف بزنیم. یعنی دارم تاوان اون روزایی رو میدم که سر به سر منیره میذاشتن به خاطر نمازش. دلیلش هر چی باشه، اونا حق نداشتن اعصاب منو له کنن. Oh.
من اشتباه کم گفتم یارو رو من درست کن. یارو نه آدمه، نه اصلا منو میخواد، نه من دیگه ارزش ارزش قائلم. دو روز بود قرص نخورده بودم، رفتار این آدم باز باعث شد من قرص بخورم. از خودشون و خونهشون متنفرم. جفتتون بیشوری به من از شما کار خواسته بودم، به من تا حالا از شما اصلا چیزی خواستم. خدایی چرا انقدر ترکیب من میرسه سود میفهمه من آدمی هم که میشه بهش توهین کرد؟ علیکی سلام، چی کار داری یه زنگ میزنی؟ چرا جواب نمیدی؟ کجایی؟ تو مطلب تو بگو. من و حامد نزدیک خونه ایم، داریم میایم اونجا. نیم ساعت دیگه اونجاییم. الان حکیم خیلی شلوغه، باز بشه که یه روب دیگه اونجاییم. لیلا جان، الو، من الان خونه نیستم. عیبی نداره، میایم میشینیم تا تو بیای. مردم علیکی خدا از دست این دوتا آدم بی ملاحظه، دوتا آدم علکی خوش، دوتا آدم بچه. میایم تا نصف شب میشینیم نمیریم. میمونین آتل و باطل به هره و کره. آجیل بخوریم، انار بخوریم، اسمش همیشه لطف و صفا. خونه بگیرم گمشم بره. خدای حال نمازم رو کجا بخونم؟ کجا؟ کجا این وقت شب؟ کجا؟ چقدر بد خونه آدم خونه خود آدم نباشه. حالا کدوم بری برم؟ حالا فعلا بریم. نمیم طور مستقیم برم یا راست یا چپ؟ عرض کردم حالا فعلا بریم. میخواین آدرستون رو بگین من خودم برم؟ من تهران شناسیم خیلی خوبه، میزنم از این فری مریا میرم، زود میرسیم. شما دوست دارین که همینطوری بچرخیم؟ خانم شما من خودتون نمیگید متوجه شدید که بند قصدی دارم، مقصدی دارم؟ پس چرا این حرف رو میزنیم؟ میفرمایید که میخوام الکی بچرخم. من نگفتم الکی، تازه الکی چرخیدنم خودش یه قصده. من مسافرهایی داشتم که دوست داشتن همینطوری بچرخم. شما فرض کنید در اختیاری، بعد من حساب میکنم. خانم شما رانندگی بلدی؟ بله. بس باید بدونید برای یه راننده در جریان بودن خیلی مهمه. رانندگی بلدم، ولی تا حالا مسئله در جریان بودن نداشتم. برای اینکه توی همچین وضعیتی نبودی عزیزم. ببخشید. الو بگو لیلا، من هنوز خونه نیستم. خبر خوش این است، از من خواستگاری شده. و خبر خوش دوم، دوباره دعوت به کار شدم. قراره در یک فواصلی بین کار درباره مسائل ازدواج صحبت کنیم. اما این چه مدلیه؟ این چه اقبالیه؟ قشنگ و محترمانه از آدم خواستگاری کنید با خانواده، بعدم میاد از این مدلی. انگار قرار از اول کاری بی احترام باشم. نمازامو چی کار کنم اگه قراره پیششون مشغول بشم؟ قول اعصاب خرد کنیست این کم روی من. اونا میدونن من نمازخون نبودم. فکرش منو اذیت میکنه. خدایا کمکم کن. بچه ها تو رو خدا کامنت های اعصاب خرد کن نذارین. دعام کنین. موقتا با تمیز چند از ماست من همه هنگ کنم. بده من اون گزارش رو ببینم چی کار کردی. بده من اون گزارش رو ببینم. نمیشه یکی پشت بیسیم به من خبر بده، یکی تماس بگیره. بعدم که ناقص باز کرد. خیلی خوب شدم. مسعود جان دیگه راجع به این موضوع بفرمایید.
خب هستین شما؟ بله. صحبت کنیم. پیشنهاد من برای شروع اینه، شما از چه آدمی خوشتون میاد، از چه آدمی بدتون؟ چجوری بگم؟ شما میخواین بدونین که تو دسته آدمایی که ممکنه من ازشون خوشم نیاد هستید یا نیستی؟ شاید هم بخوام بدونم چه آدمی بدتون میاد که من اونطوری نباشم، یا بالعکس، یا همونی که شما فرمودید. خب شما بگین از چه آدمایی بدتون میاد. من از آدمایی که گیجن فکر میکنن خیلی باحالن خوشم نمیاد. منظورتون کسی خاصیه؟ نه، من یه فهرست دارم اونا رو میگم. آدمایی که یهو غیبشون میزنه، بعد افتخار میکنن میگن که ول کردم رفتم، خوشم نمیاد. منظورتون کیه؟ من شخص خاصی منظورم نیست. اصلا این آدمایی هستن که با آدمای پولدار مشکل دارن، اینا رو اصلا خوشم نمیاد. چطوری بگم، خیلی بدم میاد. نمیدونم دیگه، طرز دارم با این فوش خواهی نظر من فایده نداره. میریم دو ساعت دیگه برمیگردیم دوباره شروع میکنیم. باشه باشه. شما داشتید راجع به فرد خاصی صحبت میکردید؟ نه، بفهمش نه. من گفتم که من یه لیست دارم، یه لیست ذهنیه. من از آدمایی که گوشیشون همیشه تو مشتشون خوشم نمیاد. خب بذار تو جیبت گوشی رو. یا آدمایی که وانمود میکنن دارن حرفتو گوش میکنن اما اون پایین اسمس میزنه، یا وقتی پسورد میزنی نمیتونی جلو نگاه کردنشو بگیره، یا وقتی پول میشماری همینطوری زل میزنن نگاه میکنن به پول، یا آدمایی که شب تا صبح میخوابن بعد پا میشن میگن تا صبح پلک نزدیم، آدمایی که هر جا میشینن میگن لامپ مهتابی سرطان زاز، یا یه آدم هایی هستن که روکش صندلی ماشین صفرشون رو نمی کنن، همینطوری نگه می دونن تا یه هزار سالی. شما دلیل این کار اونا رو نمی دونین؟ اگه بدونین دیگه راحت نمیگین خوشم نمیاد. شما در جریان احوال اونا نیستین. شما در جریان نیستین که اونا چجوری این ماشین رو خریدن و چرا دلشون شوره چرک شدن روکش ماشینشون رو میزنه. یا مثلا در جریان این نیستید که کسی که وسط حرف یه نفر دیگه اسمس میزنه ممکنه از اون طرف مجبور باشه جواب بده. شما در جریان احوالات هیچ یک از این آدمایی که میگی نیستین. شما فقط از اینکه لیستتون طولانی بشه خوشتون میاد. مسئله در جریان بودن مهمه. صبر کنین صبر کنین. شما رسما ناراحت شدی؟ داداش. ببخشید، منم به اینکه یکی یکی دیگر دست بندازه حساسم. از این آدمایی هم که از آدم شناس بودن خودشون لذت میبرن خوشم نمیاد. درسته من یه بچه دارم و این یه پوان منفی برای ازدواج محسوب میشه. درسته شما امتیازات زیادی دارین اما من مقاومت میکنم و حرفمو میزنم. شاید به نظر یه آدم بی‌اعتماد به نفسی بیام که داره زور میزنه جدی باشه، اما با همه احترامی که براتون قائلم و ارادتی که دارم، من یه عاشق دلخسته نیستم. ازدواج قرار داد باید حرف جدی زده بشه، نمیشه وسط حرف یه هو بهتون بر بخوره. من یه بار 6 سال یه زندگی احمقانه رو با تعارف رو در روزی کش دادم واسه پشتم بسه.
رابطه باید دو طرفه باشه. این بار نوبت شماست که زنگ بزن. اگه ادامه بحثمون راجع به ازدواج براتون مهمه، شما زنگ بزن. بچه ها آمده بشیم میریم. بیرون آقای محبی، لطفا سریعتر تخلیه کنید. چشم، هرچی شما بفرمایید. بچه ها سریعتر تخلیه کنید، چیزی جا نمونه. بیزار خیلی زود بچه های تدارکاتمون میان که کار رو انجام بدن. فقط خواهشن تا ساعت 4. من بچه هم هنوز کارشون مونده. کی فوله کیه؟ بردار آقای تقوی. من چند بار بگم؟ سبا آقا تخلیه داره همینجا میمونه، هیچ جا نمیره. من رو بایی صحبت میکنم برای خودتونم بگیم دقیق کنن چیزی جا نمیره. بزنیم زنم اونم چشم. تا ساعت 4 هم ساعت 4 همه اینجا باشیم. آقای محبی تشریف بیارید. این سمیم و سریع همه کنیم. سریع ها مثل دفعه پیش نشا. مگه نمیگم بیا؟ یعنی تهدید کرد؟ یعنی من باید زنگ بزنم؟ زنگ بزنم عیب نداره؟ اگه زنگ بزنم خودم رو کوچیک نکردم؟ دلم نمیخواد این موقعیت رو دستی دستی خراب کنم. بنده کم آوردم، اما در کم آوردن هم باید بخت و اقبالت بلند باشه. میخوام تلفن کنم، خودم رو کوچیک کنم، اما گیر کردم توی اتاق کنفرانسی که در اون چیزی میذارن به نام آنتن پران. آدمهای توی کنفرانس ها نمیتونن جلوی خودشون رو بگیرن که موقع کنفرانس به زنگاشون جواب ندن. من باید تاوانش رو بدم. هرسم گرفت. فقط تماس اضطراری. به کدام تماس های اضطراری میگن؟ آتش نشانی، پلیس یا تماس های دیگری هم هستن که اضطراری هم؟ تماس من هم خانم کسی اینجا نیست، بفرمایید ببینید. برادر من نمیخوام این سالن رو به نام بزنم که میخوام ببینم هست یا نیست. بفرما. من که کسی رو ندیدم اینجا. کجایی تو؟ سه ساعت دلمون هزارا رفت. بچه ها بیم بس بر. چرا زنگ نزدی؟ مثلا خواستی روی حامد کم شه. خودش منو فرستاده دنبالت. الانم پاشو بریم بذار این پسری سر و سامونی بگیره. امروز خیلی تون رفتم نه؟ من از آدمایی که تون میرن و بعدش هم عذرخواهی میکنن هم خوشم نمیاد. اما عذرخواهی میکنم. خواهش میکنم. ببخشید من این اسمس رو جواب بدم. خواهش میکنم. ببخشید خواهرم بود، میخواست ببینه نتیجه خواستگاری چی شده،
گفتم که صحبت‌های اولی انجام شد. ببخشید، ببخشید، اون مداد چیه؟ کجاییه این؟ هیچی نزده. خودم ساختمش. شما مداد درست کردین؟ بله. باید به خاطر ساخت همچین چیزی تشویقتون کنم واقعا. خیلی خوبه. جایی باید بریم؟ به ساعت نگاه میکنیم؟ نه. شما الان دیگه کارمند ما هستیم، باید تا غروب بمونیم. اینم که اگر الان اینجا هستیم از اختیارات خودم استفاده کردم. لیلا اون اولو گفته بود که شما ترس از ارتفاع دارین. واقعا ترس از ارتفاع داری؟ متاسفانه بله. اون مداد مال شما. من میخواستم برم برج رو ببینم، گفتم که شما هم بیاین اگه میخواین. خیلی خب، بذارین ترس از ارتفاع من رفت بشه، باید با هم میریم بالا. آخه ممکنه که حالا حالاها ترس شما از بین نره. من با اجازتون میخوام برم بالای برج. اگر از ارتفاع نمیترسید تکلیف نماز من چی میشد؟ حالا البته خدا رو شکر که وسیله ساز شد بنده امروز نمازم قضا نشه. خدایا یه کاری کن که شکر شجاعت خودم رو کنم، نه شکر ترس دیگران رو. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام، توجه شما را به اعلام ساعات شرقی تقویم روز جلب می‌نماید. برج بین‌المللی میلاد ششمین برج بلند دنیا در تلویزیون و مخابرات محسوب میشه. که اول الو سلام. سلام خانم سبا. خب ما رسما کی با خانواده بیایم منزل پدر شما برای خواستگاری؟ انگار ایراد از منه. حتما یه چیزیم هست که روم نمیشه جلوش نماز بخونم. موضوع این نیست که اونا قصد دارن سر به سر من بذارن. اگه اینطور بود که اینقدر با هم خوش اخلاقی نمیکرد. آخه راستش سر جمع یه خورده باش تون برخورد کردم. اما اون خوش اخلاقه. کمرویی گرفتم. یعنی انگار کمرویم داره زیاد میشه. شناسا بهش میگیم
برق سازی. ضمن اینکه من میخوام به شما بگم تفکر آدم ها غالبا یک تفکر تونلی نیست. باید بدونین که آدم ها فقط با یک رفتار در مورد شما داوری نمی کنن. شما عادت به سوگواری قبل از مصیبت پیدا کردین. آزمون کنین این قرار. خیلی عذر میخوام. ببخشید. من مجبورم تلفن رو قطع کنم. تلفن پشت خطی دارم. میشه از شما خواهش کنم اون کد مخصوص خودتون رو مستقیم به من بفرمایید بتونم دوباره زنگ بزنم از صحبتاتون استفاده کنم؟ من پیشنهاد میکنم حضوری هم تشریف بیارید. خیلی ممنون. خدافظ. پریا جون بگو. سلام سبا، خوبی؟ تو راه هم بگو. سبا، با کامپیوترم که اون نرم افزار رو ریختی رفتم تو اینترنت، تو هیستوریش یه وبلاگی بود، به نظرم وبلاگ تو بود. وبلاگ داری؟ نه، مال من نیستش. اسمش آرام باش بود. وبلاگ توه؟ آره میدونم کدومو میگی. آره خودم اتفاقا دیدمش. نه فکر کردم مرتون چون خیلی شبیه توه. خب من دارم میام دیگه. ببین اگه چیزی خواستی زنگ بزن بگو من برات بگیرم بیام. نه خدافظ. باش خدافظ. پی نوشت. فقط از این به بعد بچه هایی وبلاگمو میشه ببینن که خودم رمز وبلاگو براشون ایمیل میکنم. اینم از من سره. واقعا قشنگه. میشه بریم بیرون؟ حتما. این دفعه من میخوام پیشنهادی صحبت. در راستای مسئله در جریان بودنه دیگه. از قضا بله. خیلی خوب، من با اجازتون بیرون منتظر. پریا اگه ساغر باباشو کار داشت ما بیرونیم. باید غرقشم. باید راز رو بگم. حتما میگم. خودم رو در شیب گفتن قرار میدم. این همون چایی معرفه خواستگاریه؟ ممنون. من ترک میکنم. پیشنهاد من اینه که از رازامون بگیم. یعنی اون چیزایی که فکر میکنیم نباید بگیم رو بگیم. یعنی بگیم. خب بگی. یعنی حتی اون چیزایی که ممکنه تو تصمیممون راجع به ازدواج با هم دیگه خللی ایجاد کنه هم بگی. پایان. اما به شرطی کم نیاریم. قانون میذاریم هیچ کس بیشتر از 6 ثانیه فرصت مکس نداره. شروع کنیم. من شروع کنم؟ من تو این پام یه پلاتین دارم که تو اسکی واسم اتفاق افتاده. حالا شما. یک، دو. خونه پدری من ثروتمندانه نیست. یعنی اصولا پدر من آدم ثروتمندی نیست. من یه دندون آسیا اینجا ندارم، واسه همین سعی میکنم یه جوری بخندم که معلوم نشه این دندون افتاده. من قبلا قرار بود با یه نفر تو آلمان ازدواج کنم اما به هم خورد. اینو میدونم و مهم نیست. حالا من الان یه 6 ماهی میشه که تصمیم دارم با شما ازدواج کنم. بگیم. من عزت نفس برام فوق العاده مهمه. این یه رازه؟ شکل متفاوتی از راز دیگه. معطل نکنید. نباید بذاریم سرچیم. زود بگیم. من خانواده‌مون تا وقتی که دوم راهنمایی بودم وضع اقتصادی خوبی نداشتیم. بگیم. میسوزینا. من دوست ندارم از ترسیدن بترسم. این که راز نیست، این یه خصلت بشریه. رازتون رو بگین. راز بگین. کدوم راز؟ همونی که نمیتونین بگین، همونی که دو دلین تو گفتنش، همون راز سر به مهر. من دیگه رازی ندارم. کجا؟ کجا بابا؟ برف بازی. برفی نمونده آخه بابا. یه پلات تیزه. من میبرم. ببخشید. وبلاگ من نیست. یه آدمی که اوضاع شبیه زندگی منه. اعصاب خود میشه هر دفعه اینو میگی. خواهش میکنم دیگه لطفا ادامه نده. باش اگه بگی به نفعته. بچه ها بابا گفت بریم بیرون یه دوری بزنیم. به پیوندم از گفته باستان.
زموبت بدین گونه برداش یا جان لیلا ماه بالای سر آبادی است سپید دمان ساز نفتی کرد خیلی آدم خوش صحبه کمر بست و ترکش برستی کرد با سلام توجه شما را به اعلان ساعت شرعی و تقویم روز جلب می‌نماید. غروب آفتاب ساعت 17:09 و هنگام اذان مغرب باغ همسایه چراغش روشن ما تابیده اشکال خیاب لب کمسوی آب بحث دیگه آقا حامد ببخشید ممکنه چند لحظه ماشین رو نگه دارید اینجا یه مدرسه است میخوام نمازم رو بخونم نگرانم نمازم قضا نشه سرد میشه اینو ببندی اگر پریا نجاتم نداده بود نمازم قضا میشد خودم که عرضه ندارم همیشه باید یکی دیگه به دادم برسه رسماً با حرفی که تو ماشین زدم بهشون برخورد اگه امشب تلفن نزنن یعنی دیگه نمیزنن چه کنم چی کار باید کرد سبا جان عروسی خواهر زادمه غریبی نکن بیا بریم خیلی ممنون من که تعارف نمی کنم تنها نیست باشه زنگ میزنن اومدن سبا اگه نرفتی سر خونه زندگی خودت همینجا بمون چشمش فکر میکنم فکر کردن نداره اگه قرار نشه باز همینجا بمونی خونه زندگی خودته چشم بدویم بدوی اینا رو بذاریم پدر مادرتون منتظرن تو سرما حالا که سبا جون و پریا نمیان ما هم سوء استفاده میکنیم محمد طاهر رو بذاریم پیششون سلام ولی من بچه‌مو میبرم من بچه‌مو پیش هیچ کس نمیذارم. مشکلی نیست من میتونم نگهش دارم. هیچ وقت اصلاً. بیم بریم. بر میخوره اینطوری میگه. بیم بریم دیر شد دیگه. بریم بابا. فرشته خانوم بیا بابا دیر شد دیگه بریم. اومدم. سبا جان ما دیگه رفتیم. من بچه رو نگه میداشتم. احساس کردم که مادرش فکر ما ناراحت میشه یا بچه رو بذاره پیش ما. گفت مادر بچه هست؟ آره نه این دختر بزرگ برادرمه یکم حالش خوب نیست خداحافظ فهرست حراسا رو سرچ کردم وای چه لیست بلند بالایی توی اونها به چند تا ترس برخوردم که ترسای منم بود از همه ترسناکتر برام ترس از دیوانه شدن بود خدای حال دختر بزرگ برادر فرشته خانم خوب شه. سبا سبا بله داری با آقا حامد اسمس میدی؟ دارم از دوستم میپرسم کی توضیح میشه دفترش دکتری چی گفت؟ چی گفت نفهمیدم بابا چا دیگر نباشد امیدی بشوی
زگهوار تا گور دانش بجوی. اسمسش کن به باش. حالینم گوش کن. بلوتوست روشن کن. این میشه زنگ آقا حامد که هر وقت آقا حامد تماس گرفت متوجه شی که آقا حامده. روشن کن بفرستم برات. هر چی سعی میکنم معنی این دو خدشه رو بفهمم حواسم جمع نمیشه که نمیشه. الان فقط برام معنیش اینه، زنگ زدن ما. سبا جان، سبا عزیزم باشو، اذانه، نمازت میره ها. سبا خانم گل، سبا باشو، سبا جان باشو، سبا باشو. نمیتونم. نمیتونی؟ چرا؟ سرما خوردم. سرما خوردی؟ میرم تهرون اساسم رو جمع میکنم. به این آشنای بابا که واسه تو بیمه تکمیل گرفت میگم برای من وام بگیره. خونه میگیرم. از زیر منت اینا میام بیرون. سعی نزد که نزد. از تنهایی تا آخر رو دق میکنم که میکنم. بگو باشا. باشا سبا تماس نگرف. میرم تهران وسایلم رو جمع کنم. دیگه نمیخوام تو خونه اونا بمونم. زنگ نزد. سرما خوردم ناجور. لیلا آمده عیادت یا آمده گره کنه برای ماجرای دیدار آخر؟ نیامده عیادت، نیامده برای گرگی. اومده مخ منو بخوره درباره علاقه ای که برادرش به من داره و اینکه گمان میکنه من برای برادرش اخم کردم تا اونو از خودم دور کنم چون بچه داره. به نظرم خیلی درست بود. گفت سبا داره یه چیزی پنهان میکنه. دعوتم کردن امروز سینما. برادرش میخواد با من حرف بزن. گیجم گیج. ساعت 4 دم سینما باشی یا دوباره کار به تلفن اینا نکشه. یا خدا نمازم رو نگه میدارم و نمیخونم. نمیخونم تا اونجا مجبور باشم بخونم.
سلام. من فکر میکنم باید یه جایی تصمیم گرفت و عمل کرد. با من موافقی؟ بله موافقم. البته قبلش باید خوب فکر کرد، بررسی کرد و محاسبه کرد دیگه. با اینم که موافق. بله موافقم. ولی خب بعدش دیگه باید تصمیم گرفت. قبوله؟ بله درست. جالبه. ما با هم همش موافقیم، ولی خب اصلا کار پیش نمیره. بذارین یه سوالی بپرسم. شما با من ازدواج میکنید؟ یه چیزی وجود داره که قدرت تصمیم گیری از بین میبره. بگیم بله موافقم. یه سوال بفرمایید. معلم ها وقتی یه دانش آموزی حواسش جمع نیست اگه گفتیم بهش چی میگن؟ گچ تخت سیاه رو بر میداره و پرت میکنه سمتش، میگه چی؟ حواست کجاست؟ آره همین رو میگن. حالا شما حواست کجاست؟ بگیم مام در جریان باشه. مسئله در جریان بودن چیز مهمیه. بنده باید بدونم حواس شما کجاست. حواسم جای خاصی نیستش، دارم حرفای شما گوش میکنم. بریم فیرمون. من یه خورده سرما خوردم، به همین خاطر زیاد سر حال نیستم. شما بفرمایید داخل، من الان میام. بچه ها باشیم بریم، فیلم شروع شد. شما بریم، من میرم. سبا بیا دیگه، بابا دیوونمون کردی. بیاین حد بزنیم بریم تا چند ثانیه دیگه چرا کار خاموش میکنن. من میگم 5 ثانیه. خواهش کنم شما. شما بگو. بله نمیدونم بازیه، حداقل حواستون بگو. شما بگو. من میگم 17. چرا 17؟ بخاطر اینکه عدد خوبیه، نمیتونی قضاوتش کنی. نه مال بچه زنگاست، نه مال تنبل. اون که 15. اگه اونجوری بخوای حساب کنی اون 12. آقا بذار من عدد رو بگم. بس من عدد. خیلی خسته است 15 اصلا اینجوری. تو خیلی بگذرم چند؟ بگذرم. من میگم 38. 38. 17. 17. 8. بشماریم. بشماریم. 1002. 1003. الان میسی که 7 8 تو سختی تو سختی 10 11 12 13
14 عزیزم تو هم الان میسوزی 16 17 خاموش خاموش نشده چی خاموش 20 21 22 23 24 باز سوختین جفتتون بازی رو چیز شدید دیگه بی اعتماد شدید نه پرنسس خیلی خوشگلی اصلا نه که از نظر گرافیکی چقدر خوشگله تا 17 نه که باید کلی نگاه کنید خیلی نامد خب شما دست شما بزاره اخه اصلا دسته ها رو بلا تایی ارسال شد. میخوانم 4 رکعت نماز
میخوانم 4 رکعت نماز قضای ظهر قربتن الله، الله اکبر.